در حال که نبردها میان نیروهای دولتی و گروه طالبان در بسیاری از ولایت‌های افغانستان همه روزه جریان دارد، رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید طالبان فکر میکنند که حال یک سرگردان در میدان‌های نبرد بلند هستند، اما به گفته او این گروه نمیتواند مفکوره واحد خود را بر تمامی مردم افغانستان تحمیل کنند. طالبان نمیتوانند تمامی نفوس افغانستان را طالب بسازند. طالبانیزه شدن افغانستان قابل قبول نیست. بله، البته که آنها حالا فکر میکنند که در میدان جنگ دست بالایی دارند، اما وقت واقعیت ها را در بخش های دیگر زندگی ببینیم، شما نمیتوانید مفکوره واحد خود بالای دیگران را از راه نظامی تحمیل کنید. عبدالله یک بار دیگر تاکید میکند که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان برای رسیدن به یک توافق سیاسی فرصت پیش آمده و هر دو طرف باید از این فرصت استفاده کنند. در ساحاتی که زیر اداره طالبان است، متاسفانه مردم از آن آزادی ها و حقوقشان که لذت می بردند برخوردار نیستند و دستاوردهایی را که ما داشته ایم به عقب گردانده شده. این همچنان یک حقیقت است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی همچنان میگوید که با توجه به شرایط جاری در افغانستان دیگر گزینه جز ادامه مذاکرات نیست. وقتی ما فکر میکنیم که توافق صلح آمیز یک گزینه خیلی خوبتر از ادامه جنگ است، ما به این تلاش های خود ادامه میدهیم. وقتی ما میبینیم که سطح خشونت ها بسیار بالاست و جنگ به شدت جریان دارد، هرچند که در گفتگوها پیشرفت قابل ملاحظه وجود ندارد، نباید بگوییم که گفتگوها توقف پیدا کند. روز شنبه حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی گفت که طالبان هیچ بازگاه نیروهای امنیتی را از راه جنگ تصرف نکردند، بلکه تبلیغات و معامله های سیاسی سبب از دست رفتن بازگاه های امنیتی شده است.